روز شنبه و در ادامه سریال مسمومیت‌های مدارس دختران، خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان از مسمومیت چندین دانش آموز مدرسه دکتر معین در آبادان خبر داده. به گفته محمدی 16 نفر از این دانش آموزان مسموم شدند، از مدرسه به بیمارستان این شهر هم منتقل شدند. همچنین بر اساس اطلاعیه روابط عمومی آموزش و پرورش باغ ملک در خوزستان، 54 نفر در دو مدرسه دخترانه عفت و فروغ کوی آل خورشید دچار مسمومیت با گاز شدند. با گذشت بیش از 3 ماه از این مسمومیت‌ها، مسئولین هم طبق روال همیشه دشمن را عامل این مسمومیت‌ها اعلام کردند و باز مثل همیشه سناریوی تکراری اعترافات به کار گرفته شد، این بار استان فارس، شهرستان لارستان. اما در ابتدای این گزارش هم محبی پور، معاون سیاسی استاندار فارس، از بازداشت فردی که از این صحنه‌ها فیلمی منتشر کرده میگه. این تصویر مربوط به فردی است که با ورود به بخش اورژانس بیمارستان لار اقدام به تهیه فیلم از دانش آموزان بدحال می کند. فردی که تصویر برداری کرده بود از ناراحتی عزیزان دانش آموزمون و اون رو به شبکه بیگانه ارسال کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و در ادامه با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق و با حکم مراجع قضایی این فرد به اضافه 4 همدستش خوشبختانه دستگیر شدند. این سوال مطرح میشه که اگر این مسمومیت‌ها به گفته مسئولین کار دشمن هست، چرا خبرنگاران و یا کسانی که در این امر اطلاع رسانی میکنن بازداشت میشن؟